نام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این روحانیت در مخالفت با اقدامات شاه متحد بود، اما در شیوه عمل و هدف نهایی اختلاف نظر داشت. تفاوت اصلی به گفته مهندس حسن شریعت مداری میان پدرش و آیت الله خمینی بود. روحانیت در ابتدا صفوف متشکلی داشت، ولی بعد از مدتی بر اثر اختلاف مواضع بین پدر بنده و آقای خمینی بین صفوف روحانیت هم شکاف افتاد. اختلاف بر سر این بود که آقای خمینی قضیه رو یک قضیه سیاسی برای مبارزه با شخص شاه و بر سر قدرت میدید، آیت الله شریعت مداری به دیکتاتوری و عدم رعایت موازین قانون اساسی در آن زمان معترض بود، ولی برای روحانیت نقش به خصوصی قائل نبودند. علاوه بر اون اختلاف بر سر این بود که آقای خمینی در اصلاحات ارضی مواضعی رو می گرفت که از طرف دولت متهم به طرفداری از مالکین می شد، در صورتی که مفهوم مبارزه روحانیت به نظر پدر بنده مبارزه‌ای بود در مقابل عدم رعایت موازین قانونی که موازین شرعی هم اون موقع بودون در قانون مدنی ایران و قانون اساسی بسیاری از ملاحظات شرعی هم ملحوظ شده بود. این موارد مهم اختلاف بود. البته در طرز مبارزه هم آقای خمینی مبارزه رادیکالی رو پیش گرفته بود و از ابتدا در صدد کسب قدرت سیاسی بود، در صورتی که آیت الله شریعت مداری یک مبارزه در مقابل دیکتاتوری و منحصراً در محدوده وظایف روحانیت و وظیفه خودشون میدونست. این تفاوتها برای شاه که میخواست برنامه خود را عملی کند مطرح نبود. آیت الله خمینی پیوسته بر وحدت روحانیت و فعال کردن مردم تأکید می‌ورزید و دولت را به بی‌قانونی متهم می‌کرد. هنگامی که روحانیت رفراندوم را تحریم کرد، شاه به خشم آمد و به گفته احسان نراقی با نطق‌های تند فعالان مذهبی را بیشتر به میدان آورد. من گفتم وقتی که اعلیحضرت تشریف بردید به قم با دکتر قسطنجانی و رفتید در حرم حضرت معصومه اون سخنان تند رو نسبت به روحانیت ادا کردید، روحانیت رو به زور کشیدش به میدان. اونا نمیخواستن، اونا همچین قصدی نداشتن. هیچ وقت روحانیت ایران نمیخواست که از یه حدی فراتر بره در مسائل سیاسی، ولی شاه اینها رو دعوت کرد. گفتم شما رفتید و با حرفای تند به عنوان اصلاحات ارضی و به عنوان رأی زنان اینها رو به میدون طلبیدید و فکر کردید موفقید. روحانیت عید نوروز آن سال را عزا اعلام کرد. دولت از تشکیل مجالس جلوگیری می کرد و آنها را برهم می زد. روز دوم فروردین 1342 نیروهای امنیتی به مدرسه فیضیه حمله کردند. دولت گروهی از طلاب را به سربازی فرستاد. محرم که فرارسید، روحانیون بسیج شدند تا به حملات دولت و مطبوعات پاسخ گویند و مردم را دعوت به مبارزه کنند. عصر عاشورا برابر با 13 خرداد، آیت الله خمینی در مدرسه فیضیه نطقی ایراد کرد. در این نطق آیت الله خمینی به اسرائیل حمله کرد و ضمن خطاب به شاه که ای آقای شاه من به تو نصیحت می کنم به دفاع از روحانیت پرداخت، مطلبی که پیوسته ورد زبان او بود. مردک در یکی از حرفاش گفت که این آخونده می گن که ما نمی خواهیم تمدن، اینا می خواهیم با اولاغ برن از این پرداخت. آدم چه بکنه باید همچه آدم که وقت گفت که این ملاها مثل حیوان نجس هستند، از اون احتراز کنید.
یک وقت گفت که اینها قصد کرم هایی مونن که در نجاست میگرمتن. آنچنان که ابوالحسن بنی صدر شرح میدهد، این نطق سرمنشأ وقایع 15 خرداد شد. آقای خمینی سخنرانی خیلی تندی کرد و شاه رو تهدید کرد به فتوا و صبح زود رفتن خونش گرفتن آوردن تهران و مردم هم ریختن بیرون. در تهرانش که من بودم زور دیگه شهر تماما در حرکت و جنب و جوش بود و مثلا صدای رگبارها می آمد تا عصر. داریوش و همایون نیز یکی دیگر از شاهدان وقایع آن روز تهران بود. من اون موقع در دفتری کار میکردم در خیابان شاهرضا و تظاهر کنندگان رو دیدم که از زیر پنجره های ما رد شدن، چندین هزار نفر بودن و تمرکز تانک ها رو در همون خیابان شاهرضا دیدم، چون اداره پلیس تهران اونجا بود اون موقع و تانک های زیادی اونجا چندین روز بودن. در سنگلچ هم کتابخانه عمومی پارک شهر رو دیدم که خراب کرده بودند و آتش زده بودند و کتابا رو از بین برده بودند. مواردی رو از دوستانم شنیدم که به زنها تعرض کرده بودند و اسید پاشیده بودند و زنهایی که حجاب نداشتند. مهندس حسن شریعت مداری هم خود از شاهدان وقایع 15 خرداد در قم بود. در قم صبح روز 15 خرداد مغازه ها بسته بودند و مردم پیاده روی می کردند به سمت صحن مطهر حضرت معصومه. نزدیکی های صحن و همچنین در سر پلی که از خیابان اصلی قم به تهران میره به نام پل آهنچی، مأمورین حمله کردند به مردم و عده‌ای کشته و زخمی شدند. البته در مورد تعداد کشته و زخمی ها مبالغه زیادی هم بود، ولی اون که مسلمه عده متنابهی کشته شده بودند. البته عده زیادی بالغ بر شاید 10,000 نفر توی خیابون ها بودند. تیراندازی بود، عده زیادی مجروح من دیدم. در مغازه ها رو عده چماق به دست میکوبیدند، شیشه ها رو میشکستند و کاماندوی مخصوص ضربت توی خیابون ها مردم رو میزد. من به صحن رفتم، در صحن شخصی به اسم آقای وکیلی کفن پوشیده بود برای مردم سخنرانی میکرد که آقای خمینی رو بردن و مردم رو تشویق میکرد که به خیابون ها برن و با پلیس و دستگاه دولت مبارزه بکنن. اون روز صبح منزل ما محاصره شد و تا یک هفته تمام اجازه رفت و آمد به منزل ما رو حکومت نظامی نمیداد و حتی برای خرید ارزاق روزانه اون مستخدم منزل نتونسته بود بیرون بره. جو قم جو بسیار متشنجی بود، به طوری که من فردا صبح چون پدرم اعلامیه‌ای داده بود که باید پخش میشد، اونها رو به همراه یک نفر به زحمت زیاد تونستیم خارج کنیم و برای چاپ به تهران ببریم که در تهران چاپ و پخش شد. در روز 15 خرداد در نزدیکی ورامین و در تهران نیز گروهی کشته شدند و گذشته از آیت الله خمینی عده بیشماری از روحانیون و فعالان مذهبی دستگیر شدند. اما به گفته دکتر کریم سنجابی تماسی میان ملیون و مذهبیون نبود. ما موقعی که در زندان بودیم یک عده از روحانیون را گرفتن در زندانهای اطراف و پیرامون آوردن، یک عده شان در زندانهای دوروبر ما جا دادن به دنبال واقعه 15 خرداد، ولی ما با اونا تماسی نداشتیم. اما قبل از واقعه 15 خرداد به گفته ابوالحسن بنی صدر شاه میخواست با دادن امتیازاتی به ملیون مذهبیون را سرکوب کند. قبل از اینکه این 15 خرداد واقع بشود رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی زندانی بودند. از طرف شاه شخصی به اسم صنعتی زاده به زندان میرفت و با رهبران جبهه ملی درباره این که به اصطلاح یک نوع امتیازاتی داده بشود و آزادی های تضمین بشود صحبت میکرد. بنا بود همون روز 15 خرداد هم به اصطلاح موافقت نامه اعلام و امضا و اظهار بشود.
آقای دکتر صدیقی به من نقل کرد، من از اون رو شنیدم، به من گفت که اون روز وقتی آوردند این مطلب رو صدای گلوله ها می آمد و من گفتم آقا با این صداها که نمی شود همچنین متنی را امضا کرد، اقلا صبر کنیم ببینیم که وضعیت چگونه می شود، این حکومت وقتی مردم رو رگبار می بنده چگونه برای ما این حقوق رو می توانه قائل بشه. پس ما نشدم. بعد معلوم شد که این دربار رهبری سیاسی رو میخواسته خونسا بکنه تا رهبری مذهبی رو بکوبد. گرچه سران جبهه ملی و نهضت آزادی در زندان بودند، اما به گفته مهندس بازرگان هواداران آنها از آیت الله خمینی پشتیبانی کردند. 15 خرداد 1342 موقعی صورت گرفت که هم سران جبهه ملی و عده زیادی از دانشجویان و بازاری های جبهه ملی و نهضت آزادی همه ما در زندان بودیم. یعنی در اون موقع همکاری یا دخالتی وجود نداشت جز اینکه افرادی از نهضت آزادی که اون موقع در خارج بودن، یعنی آزاد بودن، شناخته نشده بودن و گرفتار هم نشده بودن، اونها با یه مشورت مختصری که ما کرده بودن اعلامیه‌هایی دادن در پشتیبانی از این حرکتی که فرمانش و رهبریش با آقای خمینی بود. ولی خب بعد از اونم مدت‌ها زندان ما و گرفتاری ما ادامه داشت، به طوری که در اون جریان ما نمیتونستیم نقشی بازی بکنیم. دولت علم از وسعت تشکیلات و دامنه تظاهرات تکان خورده بود. با این حال داریوش و همایون معتقد است که دولت علم قاطعانه عمل کرد. خیلی کم اهمیت تلقی کردن در آغاز تظاهرات رو و بعد وقتی بالا گرفت کار، یک دله به اصطلاح و بدون هیچ تردیدی تصمیم به در هم شکستن اون تظاهرات گرفتند و گزارش مذاکرات هیئت دولت در اون روزها به نظر من یک سند فوق‌العاده درخشانی است از نظر روشنبینی، از نظر جسارت، از نظر تشخیص درست موقعیت، از نظر اراده‌ای که داشتند که بازی نکنند با سرنوشت مملکت، تعارف نکنند و ریا نکنند و به اصطلاح شتر سواری دولا دولا نکنند. هیئت دولت تصمیم فوق‌العاده درست و شجاعانه گرفت و حتی خود شاه زیاد مایل نبود به راه حلی که نخست وزیر و هیئت دولت در پیش گرفتند، ولی اونها مسئولیت قبول کردند و کار رو تمام کردند و مملکت رو دست کم 15 سال زودتر از این فاجعه نجات دادند. بحرانی که پیش آمد حتی مایه نگرانی رجال سیاسی طرفدار شاه شد. به گفته دکتر امینی، کسانی چون او به ملامت دولت علم برخواستند. اون وقتی رفتم بیام اروپا با شاه چای خوردیم و خداحافظی کردم، اون وقتی بود که من اعدام ساده کرده بودم بر لح خمینی بر علیه دولت علم، من و درخشش و علموتی و فریور هیچ آبرو خوش نیم. وقتی بارنش رو خداحافظی کنیم گفت والا مثل اینکه عرضه مکبرم شدی که من یه حرکتی کردم، اگر مخالفین در مملکت هستن که حتما خواهند بود بذارید دور من جمع شن. گفت شما جمع میشن؟ گفتم خیلی خوب، اون اگه میل نداری نمیدونید، بذارید این مخالف کسی نباشه که با شما مخالف باشه، تو مخالف تو هست تو مملکت، بذارید من جمع بکنم، من رئیس مخالفین بشم. ارتش بود فریدون جم نیز عقیده دارد که شاه نمیبایست خود را مستقیما درگیر میکرد. البته این جریانات به ما مربوط نبود، تمام این کارا در ساواک متمرکز بود و ما از البته من اغلب از نصیری شنیده بودم که آقای خمینی مبارزاتی میکند و مخالفتهایی میکنه و از این حرفا میکنن و اینا، و به نظر منم درست در نمیومد. میگفتم که آخه بالاخره اعلیحضرت خودشه، نباید بیاره رقیب مثلا یه نفر مجتهدی بکنه که روی امور مذهبی یا اینا مثلا یه حرفایی میزن و اینها. خیلی خب اون حرفاش یا درسته یا غلطه، اگه درست میگه باید عمل کرد، اگه درست نمیگه که خب باید مردم بفهمونن که این حرفایی که میزنه حرفای بی‌معنی میزنه. ولی اینجوری مبارزه کردن و نمیدونم اینا دور به نظر من درست در نمیومد. همه روحانیت هم که مبارزه نمیکرد با سلطنت، اگر سلطنت انگشت لای چرخشون اونا نمیخواست بگذاره که اونا انگشت لای چرخ اینا نمیذاشتن.
فعالیت مراجع و اعتراضات و اعتصابات برای آزادی آیت الله خمینی و سایر دستگیر شدگان و اعتراض به خشونت 15 خرداد افزایش یافت. به گفته مهندس حسن شریعت مداری، بسیاری از روحانیون از قم و سایر نقاط کشور به تهران مهاجرت کردند. بعد از قضیه 15 خرداد، شاه طی سخنرانی گفت که دادگاه نظامی تشکیل خواهد شد و ایشون محاکمه خواهند شد و شایع شد که ایشون رو میخواند اعدام کنند. پدر من به عنوان اعتراض به همراه روحانیون شهرستانها به تهران آمدند و در باغ ملک حضرت عبدالعظیم شهر ری ساکن شدند. این اعتراض به خشونت و سرکوب روز 15 خرداد بود و در این موقع خبر آوردن که قضیه جدی است و آقای خمینی محاکمه خواهد شد و به احتمال قوی اعدام میشه. و چون منشأ این فرمان شاه بود، تنها راهی که برای پیشگیری این اعدام پیشبینی شد این بود که پدر من به همراه چند نفر دیگر از علما اعلامیه‌ای بنویسند و آقای خمینی رو جزو علما درجه یک تایید کنند، چون در قانون اساسی اصلی است به اسم اصل تراز و منظور از اصل تراز این است که علمای درجه یک سمت برتری به قانون رو دارند و در نتیجه قابل محاکمه نیستند. دولت علم در 17 اسفند ماه 1342 کنار رفت و حسن علی منصور به جای او به نخست وزیری منصوب شد. یک ماه بعد آیت الله خمینی را به قم بازگرداندند. وی عملاً رهبری روحانیت را در دست گرفته بود و خواهان قدرت بود. اما به گفته دکتر کریم سنجابی دیگران نمی دانستند. روحانیون تا حالا هیچ وقت در فکر ایجاد حکومت روحانی نبودند. تمام کوششون بر این بوده که دستگاه های حکومت را همراه با خودشون قرار بدن و اونها هم با حکومت های وقت همراهی کنن. همیشه با ذل الله ها همراه بودن، همیشه با پادشاه ها همراهی میکردن، ولی در این دوره به فکری حکومت روحانی به معنای واقعی بود. ملت ایران و حتی روشنفکران ایران از این غافل بودن. آیت الله خمینی که رهبری سیاسی روحانیت را به دست گرفته بود، اکنون فعالانه در پی رهبری سیاسی همه مخالفان شاه بود. در اوائل پاییز سال 1343، مجلس ایران لایحه مسئولیت مستشاران نظامی امریکایی را تصویب کرد. روز 4 آبان، آیت الله خمینی بار دیگر در میان احساسات شدید هوادارانش سخنانی ایراد کرد. آیت الله در این سخنان لایحه مصوب مجلسین را ناقض حق حاکمیت ملی ایران یا کاپیتولاسیون خواند، مطلبی که بعدها هم به کرات به آن اشاره کرد. در زمان رضا شاه وقتی که کاپیتولاسیون به اصطلاح خودشون لغو شد، چه بساطی درست کردن در تبلیغات، یه وقت اونطور هیاهو کردن جذب کردن. اون روزی که اعلی حضرت محمد رضا شاه خلف صدق اعلی حضرت رضا شاه آمد کاپیتولاسیون را برای اینا درست کرد، باز همین داد بلند شد که ای چه خدمت بزرگی، اونی که اون لغو کرد ایشون اثبات کردن، در لغوش ما جشن باید بگیریم، در اثبات شما باید جشن بگیریم. در پی این نطق آیت الله خمینی روز 13 آبان به ترکیه تبعید شد، اما روحانیت به گفته احسان نراقی همچنان فعال ماند. شروع شده بود یک نهضت جدیدی در روحانیت ایران که خودشو با زمانه تطبیق بده و از اون حتی قشرگره بیاد بیرون. خب بودن دیگه تمامی که این رو همین روحانیت، همین مرحوم مطهری و دیگران قلم میزدن، حرفشون این بود دیگه روحانیت بود خودشو از اون حالات بیاره بیرون، خارج بکنه و با زمانه پیش بره و حالت تجاری دست بده. یعنی
یه عده از روحانیون از سالها پیش شروع کرده بودن به اینکه دنیا رو بشناسن و مسائل رو از دید جدیدی توجه کنن، و به خصوص بعد از سال 41 این جریان تشدید شد. این روحانیتی که دید باید با شاه بجنگه و شاه راه رو بهش بسته جز مبارزه کاری نمیتونه بکنه، رفت خودش رو ساخت که بتونه حریف بشه.